بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. نیوزمکس، جو لیبرمن، زمان حمله به حکومت ایران است. جو لیبرمن، سناتور سابق آمریکا گفت: اگر در ایران به آیت الله ضربه محکمی وارد نکنیم، آنها به راه خود ادامه خواهند داد و یک روز به زودی به سلاح هسته‌ای دست خواهند یافت. و اگر این کار را بکنیم، به گمان من آنها دوباره در مورد آن فکر خواهند کرد. در اینجا فقط پاسخ قدرت است. ما آن را داریم. وقت آن رسیده که آمریکا از آن استفاده کند. واشنگتن تایمز. همه مردان آیت الله یا همان نیروهای نیابتی ایران در بسیاری از جبهه ها می جنگند. خامنه ای با تفکر استراتژیک روابط نزدیکی با سرداران کافر در پکن و مسکو ایجاد کرده است و او فهرستی از تحت الحمایه ها و نیابت های خاورمیانه را تأمین مالی، تسلیح و راهنمایی می کند. آل بابا. عکس مهسا امینی مانع رسیدن کمک ها به غزه شد. مقامات مصری هواپیمای حامل کمک به نوار غزه را از فرود در العریش به دلیل عکسی از نماد تظاهرات ایرانیان مهسا امینی روی جت ممنوع کردند. سایت گاردین. بیش از 100 کشته در انفجارهای یادبود فرمانده ترور شده ایران قاسم سلیمانی. یک مقام ارشد این انفجارها را یک حمله تروریستی خواند بدون اینکه توضیح بیشتری در مورد اینکه چه کسی میتواند پشت آنها باشد بدهد. نشنال نیوز. مقامات و شبه نظامیان به نشنال گفتند که جناح‌های مسلح تحت حمایت ایران در خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه یک فرایند هماهنگ روزانه از طریق یک فرمانده مشترک ایجاد کردند که عمدتاً بر انتخاب اهداف و زمان حملات علیه اسرائیل و نیروهای آمریکایی متمرکز شده است. تابنهال. آیا ملاهای ایران بر سر حملات خودشان به کشتی‌های تجاری با غرب به آخر خط رسیدند؟ خامنه ای و رئیس جمهورش ابراهیم رئیسی که به دلیل دست داشتن در قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی در سال 1988 به جلاد تهران معروف است، امیدوار بودند که درگیری‌های حماس در غزه به مسابه منحرف کننده از فقر شدید، زن ستیزی و سرکوب تنبیهی به دست رژیم آنها در ایران عمل خواهد کرد.